بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت همگی شما خوبان خدا کنه که سعدمند و درست باشید همگی شما رو به برنامه اندیشه خیر مقدم عرض میکنم خوشحال هستیم که خداوند پاک یک بار دیگر برای ما توفیق داد تا از طریق برنامه اندیشه و تحلیل کتاب رهبری و خودفریبی در خدمت همه شما خوبان باشیم مواردی که قبلا در برنامه اندیشه به او اشاره شد موارد بسیار پایه و اساسی در قسمت رهبری و خودفریبی بودی که چگونه یک رهبر خوب باشیم چگونه از موارد مواردی که فکر میکنیم باعث میشه که ما بقیر فریب بدیم ولی در حقیقت خود فریب دادیم از اونا هم جلوگیری بکنیم و اونا هم به گونه درست شناسایی بکنیم از آغاز این فصل برنامه ما هر چه صحبت کردیم سر خودفریبی درون جعبه بودن یا in the باکس بیرون از جعبه بودن این اصطلاح جعبه خودفریبی همگی به نحو خیلی زیاد تکرار شده و همگی دیگه به او آشنایی کامل داریم که اهداف این برنامه و استفاده ای کلمات چی میتونه باشه برنامه ای که امشب قرار هست در خدمت شما باشیم و در باری از او صحبت بکنیم زندگی در جعبه هست ما هر کاری که انجام بدیم فکر میکنیم همون لحظه هست گذرا هست و مگذره و دیگه چیزی از او باقی نمیمونه خیلی وقتا در یک حالت ما یک تصمیمی میگیریم داخل جعبه هستیم تصمیم ما, ما ناعادلانه هست و مشکل داره خیلی وقتا هم تصمیم خوب میگیریم و بیرون از جعبه هستیم ولی گاهی فراموش میکنیم که خیلی از ما انسان ها زندگی روزمره ما در جعبه سپری میشه زندگی روزمره ما همیشه در داخل جعبه هست ما کسایی هستیم که از وقت بیدار میشیم صبح تا پس شب میخوابیم 24 ساعت کل کار ما داخل جعبه هست این داخل جعبه یعنی چی؟ یعنی که ما به خیلی از موارد انسان به نحوه بگم از خودرازی متکبر و خیلی از القاب متاسفانه منفی دهی که در بعضی از افراد شاید خود مونار داشته باشیم با او طرز فکر با او ذهنیت با او عادات ما داریم زندگی به پیش میبریم و زندگی برای ما خیلی سخت میشه با این حالت وقتی پیش میریم خیلی زندگی سختی های داره که اگر ما همچنان ای به این حالت پیش بریم متوجه میشیم که چقدر زندگی به ما سخت میگذره چقدر ناراحتیم چقدر افسرده ایم، و چه قدر زندگی ما را به تنگنا قرار داده خیلی از انسان هایی که از زندگی شکایت میکنن از سختی های زندگی از مشکلات زندگی و فقط او جنبه منفی زندگی دارن میبینن این خیلی میتونه که آدم را زندگی سیر بکنه و شاید دیگه میل و رغبت به زندگی بهتر نباشه و همو زندگی نورمال روتینر به پیش میباریم و خیلی هم از او داریم زجر میکشیم به وضع از ای که ما بیم از او لذت ببریم بحثی که قبلا هم اشاره کردم وقتی میگیم زندگی در جعبه ما چی کارهای رو انجام بدیم که درون جعبه هستیم و در جعبه زندگی میکنیم یکی از ویژگی هایی که ما در جعبه زندگی میکنیم این هست که برای هر کار اشتباه خوب ما یک توجیهی داریم هر عمل که انجام میدیم تلاش میکنیم به نحو او کار اشتباه ما به یک توجیهی برای او بسازیم تا که خود در قدم اول قناعت بدیم که این کارم درسته مثلا اگر از کسی پرسان بکنیم از یک شخصی که از زندگی شکایت میکنه بیایم ببینیم هزار و یک دلیل برای ما میگه که زندگی این مشکل داره این مشکل داره این سختی داره نمیفهم بحث اقتصاد هست مشکلات هست و خیلی از موارد دیگه با همین از اینا هم موافقم بله زندگی سخت مشکلات خود داره فراز و فرود داره خیلی از مشکلاتی هست که ما باید در زندگی اونا تحمل بکنیم حالا سوال من این هست که آیا تنها همین مشکلات داره زندگی آیا کل عمر ما فقط با سختی های؟ خب پس اینج میبینیم که سناریو تغییر میکنه و دیدگاه ها فرق میکنه زندگی مشکلات داره اما زندگی خوبی ها داره زندگی غم و غصه داره ولی زندگی شادی ها داره شما تصور بکنیم اگر یک فرد از ای شکایت میکنه که من باید همیشه سخت کار بکنم و پول پیدا بکنم و خرج فامیل بکنم خب این یک شکایت بله قبوله اما از طرف دیگه او فرد فراموش میکنه که خیلی از انسان ها دنبال ازی هستن که همی فعلا تشکیل خانواده بدن یک زندگی به خود تشکیل بدن تا همیشه به خدمت ازای خانواده باشن ولی ما این کار نمیکنیم و این گپر فراموش میکنیم پس ما وقت در جعبه باشیم از تگ به تگ لحظات زندگی شکایت داریم وقتی ما در جعبه باشیم از تگ به تگ افراد ماهول و محیطی که ما در زندگی میکنیم شکایت داریم ساده تر بگم با همگی به جنگیم با همگی در کشمکش و, و ستیزیم که برای دگه انسان ها خورده بگیریم که چه کسی چه کار اشتباهی انجام داد تا ما بیایم سرزنش بکنیم تا ما او شخص تنبیه بکنیم حالا او شخص میتونه هر کس باشه ما در حقیقت در جعبه قرار داریم که این کارها انجام بدیم به عنوان مثال یک فرد اگر در یک سازمان کار میکنه در یک نهادی در یک اداره کار میکنه چی وقت درون جعبه هست و چی گونه در جعبه زندگی میکنه وقتی که فکر میکنه تنها حرف و درست در او اداره او میتونه بگه به بقیه همین اشتباه میگن و خود یک آدم فوق العاده هوشیار فوق همه چیز فهم و یک آدم کاردان تلقی میکنه و بغیر مدنظر نظر نمیگیره او فرد نه تنها که در جعبه هست بلکه در جعبه زندگی میکنه چون همو حسی که او داره در زندگی روزمره از او هم اتفاق میفته همو حسی که او داره در زندگی شخصی در نظام خانواده در محیط کار در اجتماع بین دوستا همو حس به همه جا یکسانه و این باعث میشه که او فرد خیلی ناراحت بشه در دراز مدت و خیلی از دوستای سمیمی که داره از دست بده به عنوان مثال اگر ما خواسته باشیم یک شخصیت در بگیریم که بدانیم که آیا در جعبه زندگی میکنه یا خیر بیایم که خود در بگیریم اگر یک فرد فکر بکنه که من بهترین همسر دنیا هستم خیلی از خوبی ها دارم خیلی از از خودگذری ها برای شریک زندگی خو انجام میدم و هیچ کمی ندارم این فرد اتومات داخل جعبه بخاطر که فقط جوانب مثبت شخصیت خود میبینه قبلا اشاره داشتیم که انسان وقتی از زندگی خیلی شکایت میکنه فقط نکات منفی میبینه درون جعبه بر برعکس هم میتونه باشه کل جوانب مثبت یک قضیه رو دیدن باز هم درون جعبه بودن هست بخاطر که ما ما وقتی میگیم بیایم بیرون از جعبه بیایم صحبت بکنیم و او موارد خود فریبی کنار بگذاریم به این معنی که ما باید یک انسان واقع بین باشیم واقع گرایانه بیایم صحبت بکنیم نه انسانه باشیم که فقط ما جوانب مثبت رو ببینیم یا فقط جوانب منفی ببینیم در هر دو حالت این میتونه برای ما مشکل ساز باشه چون اگر ما تنها جوانب مثبت یک قضیه رو ببینیم ما انسان خیلی خوشبینی میشیم و او حقایق زندگی فراموش میکنیم که او باعث میشه ما درون جعبه باشیم از طرف دیگه اگر ما جوانب به منفیر مد نظر بگیریم و همیشه دنبالی باشیم که زندگی مشکلات داره زندگی یک عالم درد و غم و فراز و فرود داره باز هم ما در داخل جعبه زندگی میکنیم و این باعث میشه که ما خیلی رنجور و خیلی از دوستای خود از دست بدیم به عنوان مثال اگر ما فکر بکنیم که همین مشکلات رو داریم از کجا باید تشخیص بدیم که ما یک فرد هستیم که درون جعبه زندگی میکنیم و ما خود فریب میدیم کل مشکلاتی که ما داریم ما فکر میکنیم که تنها من هستم که مشکل دارم در برنامه های قبلی هم به او اشاره داشتیم که ما انسان خود به عنوان یک انسان فکر میکنیم افراد مقابل خود به عنوان کالا فرض کنیم. اونا هیچ احساس ندارن هیچ مشکلی ندارن اگر ما خواسته باشیم به این نتیجه برسیم که ما چیگونه انسانی هستیم و طرف مقابل ما چیگونه انسانی هست رای حل از اینه که ما چیگونه از جبه بیرون بشیم بیم که در،, در حالت ذهنی هم که شده جای خود تغییر بدیم اگر من فکر میکنم که یک همسر خوب هستم برای شریک زندگی خو و همسرم مشکلات داره یک لحظه بیم خود به جای از او قرار بدیم از دید او فرد من چی آدمی هستم شاید از دید شریک زندگی من من یک آدمی باشم که کاملا مشکل دارم خیلی مشکلات دارم و اصلا منار من نمی بینم از دید همسر من شاید او یک آدم از خودگذره باشه، یک آدم فدای باشه و خیلی کارها انجام بده، ولی من میبینم پس وقتی از یک زاویه دیگه میایم به قضايا نگاه میکنیم، متوجه میشیم که خیلی این حالت میتونه که تغییر بکنه و خیلی ها تغییر میکنه. پس هر موقعی که ما خواسته باشیم یک احساس رو ببینیم، یک دفعه از زاویه دیده دیگه را نگاه بکنیم، خیلی وقتا شده در یک اداره ما کار میکنم و فکر میکنم که بهترین شخصیت ای اداره ما هستم ما فردی هستم که بهترین خصوصیات دارم خب این حالت میتونه درست باشه از دیده ما یک دفعه از دید همکارا بیاییم ببینیم یک دفعه از دید کارمندای و اداره ببینیم یک دفعه از دید بقی افراد که دارن می نظاره میکنن میبینن بیاییم مدنظر بگیریم آیا واقعا آدمی هستم که خودم فکر میکنم یا نه آدمی هستم که خلاف این موارد هست و انسانی هستم که شاید خیلی هم مشکلات زیاد داشته باشه و نتونه رضایت بقیه جلب بکنه پس با این حالت ممیشم یک انسان که در جعبه زندگی میکنم و خیلی از معدودیت ها دارم علایمی که ما در جعبه هستیم چی هست؟ دو تا علایم عمده داره در کنار که میتونه او عوامل و علایم ازو خیلی زیاد باشه اول من وقتی در جعبه هستم هیچ عملی انجام نمیدم هیچ کاری نمیکنم که باعث رشد فردی می باشه باعث رشد شخصیت بشه باشه یک عامل عمده هست که من در جعبه هستم در یک جایگاه قرار دارم و در او جایگاه همیشه دوست دارم که در همو جایگاه بمونم نه دوست دارم که نه میتونم که بالاتر از او بروم و نه هم شاید لیاقت و ظرفیتی هست که جایدگی برم کار بکنم و هیچ کاری به رشد انجام نمیدم چی در خانواده چی در کار چی در تحصیل چی در زندگی هیچ کاری انجام نمیدم علامه دوم یا او ویژگی دومی که باعث میشه که من در جعبه باشم که من او رو بتونم بگونه درست بشناسم این هست که هر کسی که اگر برای من فیدبک میده کامنت میده و یا یک نظر میده که برای بهبود وضعیت باشه من به وضع این که بیام اور قبول بکنم خیلی سری واکنش نشان میدم خیلی سری در مقابل از او استاد میشم و دفاع میکنم مثلا اگر ما همی برنامه رو داریم اجرا میکنیم در برنامه های قبلی و در فصل های قبلی هم بارها ما از دوستا خواستیم که در چی مستقیم از طریق تماس حضوری یا در آیدی تلگرامی که داده میشه و صفحات اجتماعی که هست بیاین برنامه نقد بکنن نظر بدن و نظریات نیک ارائه بکنن ای به این منه که ما میخواهیم بیرون از جعبه باشیم و برای بهبود برنامه بیشتر تلاش بکنیم اما اگر ما درون جعبه باشیم یک کسی میایه از روی خیرخواهی و از روی حسن نیت که برای ما داره یک نظر بیان میکنه و ما اتومات در مقابل از او جبهه بگیریم در مقابل از او بیاییم واکنش نشان بدیم یک عمل انجام بدیم که گویا ما او مشکل نداریم واضح میسازه که ما در جعبه زندگی میکنیم و این زندگی در جعبه باعث میشه که خیلی از دوستان از ما دور بکنه پس من هیچ کار برای رشد خو انجام نمیدم و اگر کسی برای رشد ما هم یک پیشنهاد میکنه من در مقابل از او استاد میشم و خیلی سری واکنش نشان میدم و فکر میکنم که اگر ما به حرف از او گوش بکنم مشکل شخصی من هست و من نمیتونم که او کار را انجام بدم و او به عنوان یک نقطه ضعف مد نظر میگیرم پس اگر ما این کار خواسته باشیم انجام بدیم باید از این عوامل دوری بکنیم تا اینکه آیستا است آیستا است از جعبه بیرون بشیم و یک انسان بشیم که بتوانیم به تمام معنا زندگی مدیریت بکنیم و یک رهبر خوبی بشیم خیلی از موارد در زندگی که ما انجام میدیم ما درون جعبه ایم و همیشه جای ما همون جی هست که ما داریم زندگی میکنیم حالا اگر خواسته باشیم که ما ای عوامل که در درون جعبه بودن هست و در جعبه زندگی کردن هست اینار رو از بین ببریم و کسی باشیم که جبر بشکنیم و تلاش بکنیم که از جعبه بیرون بشیم و برای سلامت زندگی خود بیشتر تلاش بکنیم من یک تمرینی دوست دارم که اینجا برید دوستا شریک بسازم که بعدا در آیدی تلگرامی که در زیر خدمت شما نوشته شده به او شریک بسازیم تا در فرصت مناسب به شما نظر بدیم و فیدبک بدیم تا اینکه بتونیم ما ای عوامل و ای مشکلاتی که داریم اینار از شخصیت خود مرفوع بسازیم شما همیال فکر بکنیم قلم و کاغذ بگیریم یا در موبایل خود یادداشت کنیم تصور بکنیم از یک فرد که خیلی شدید شما ناراحتیم دلخوریم او فرد میتونه هر کس باشه پدر مادر خواهر برادر همسر زن شوهر سینفی، همکار، دوست، رفیق هر کسی که در محیط ما زندگی میکنه و فکر میکنیم که شما از او دلخوریم به هر دلیلی حالا نیازی نیه که نام فرد شما ذکر بکنیم و نیازی هم نیه که مخصوصا دلیل آزوردگی خودم بگیم شما یک لحظه فکر بکنیم که چرا از او فرد شما ناراحتیم پیش خود فکر بکنیم خب مطمئنا که یک لیست از کارهایی که او برای شما انجام داده یا لست از کارهایی که باید انجام میداده انجام نداده به هر دلیل شما ناراحتیم خب بیم ببینیم که چره یک لحظه خالی و زن جدا از این که قضاوت بکنیم چون اگر یاد شما یکی از موارده که ما داخل جعبه بودیم این بود که افراد در قضاوت میکردن یک لحظه بدون از که شما قضاوت بکنیم بیم بسنجیم که آیا همون فرد واقعا همین کارا انجام داده؟ آیا واقعا همو کارهایی که انجام داده اشتباه بوده یا درست بوده یک لحظه خود به جای ازو قرار بدیم اگر تصور میکنیم شما که او باید به شما زنگ میزده از شما مذارت خیلی میکرده یا شما تماس گرفتیم باید جواب میداده یا هر دلیلی به هر دلیلی که شما ناراحتیم یک لحظه خود به جای ازو قرار بدیم ببینیم او چی درد دل داره او فرد چی فکر میکنه درباره شما خیلی از وقتا شده که دوستی چندین ساله از هم پاشیده فقط به خاطر که من هم منتظر بودم او فرد به تماس بگیره و او فردم منتظر بوده که من تماس بگیرم در نهایت خیلی مشکلات بزرگی به وجود آمده یا همین مسائل رو میتونیم به زندگی شخصی هم ما ربط بدیم به او خاطر یک دفعه خود به جای فرد مقابل قرار بدیم و ببینیم که او چی مشکلات داره او درباره شما چی فکر میکنه و به همی قضیه نظر از او چی هست و به نتیجه میرسیم که شاید او هم حق داره پس کاری که شما انجام میدهیم فرد که از او دلخور ناراحتیم ذکر بکنیم دلیلی را بنویسیم و بعد از او شما خود به جای از او قرار بدیم مطمئنا که رای حل نزد شما ایجاد میشه و او متن در قالب یک صدا یا در قالب یک متن با ایدی تلگرام بفرستیم تا اینکه ما بتونیم از او باز بعدها به گونه یک کامنت یا یک نظر یا به عنوان یک دستاورد از او استفاده بکنیم و شما هم در افسایش و در قسمت ایجاد کردن ای فضا سم داده باشیم و از شما هم ما ممنوندار هستیم بابت زحماتی که میکشیم و همیشه ای برنامه رو میکنیم یک تمرین دیگه اگر شما میخوایم که ای عوامل از خود دور بکنیم عوامل خود فری بیر به ای که از جعبه قیودات از جعبه ای که شما خواسته باشیم قضاوت بکنیم از او بیرون بشیم یک کار انجام بدیم باز هم قلم و کاغذ میگیریم لیست میسازیم از سه یا چهار نفر یا شاید بیشتر حداقل از سه نفر کمتر نباشه از افرادی که شما خیلی وقتا میشه با هم هیچ ارتباطی نداشتیم. یا ای که او مشکل خانوادگی بوده مشکل فامیلی بوده مشکل کاری بوده ارتباطات شخصی بوده با هم هیچ ارتباطی نداشتیم بعد بیایم عوامل از او روی ورق بنویسیم مثلا ما با یک شخصی با دوستم آقای فلانی یا خانم فلانی به همین مدت هیچ ارتباطی نداشتم بیایم ببینیم که دلیلی که شما همین ارتباط قطع کردیم چی بوده وقتی این دلایل رو ذکر بکنیم یکی دو دلیل رو ذکر میکنیم یادداشت بکنیم بعد از اون بیاییم به دنبال راه حل باشیم خب اگر همین رقم مثلا او فرد همین کار انجام داده شاید خب یک دلیل منطقی برای ازو داشته یک لحظه بیاییم خدا به جای ازو قرار بدیم و ازو بشنویم راحت بعد از یک اعتماد به نفسه که به دست شما آماد به او تماس بگیریم وقت بگذاریم هم ببینیم و بریم ببینیم شاید صد فیصد مشکل از شما بوده و اگر او چیزی میگه شما نباید هیچ واکنش نشان بدیم به چی خاطر؟ یکی از عوامل که ما در جعبه هستیم ای هست که داریم عوامل که ما داریم ای هست که داریم واکنش نشان میدیم هر کس هرچی میگه ما تلاش میکنیم که اشتباه خود بپوشانیم پس یکی از ویژگی های کسایی که در جعبه هستن و در جعبه زندگی میکنن ای هست که در مقابل هر عمل واکنش نشان میدن عکس نشان میدن و خود به عنوان یک انسان کامل تلقی میکنن در برنامه های اول دو تا تعریف از رهبر ما آمدیم بیان کردیم رهبر باید دانشجو باشه رهبر باید اندیشمند باشه اگر شما فکر میکنیم که همه چیز رو میدانیم پس شما در داخل جعبه هستیم و کاملا با قذاوت های بد و نادرست داریم زندگی به پیش میبونیم اگر شما دانشجو نیستیم و نمیخوایم چیز جدیدی یاد بگیریم باز هم شما در جعبه هستیم و زندگی شما خیلی در تنگنا در دراز مدت قرار میده چون شما هیچ چیزی نمیخوایم یاد بگیریم رهبر باید اندیشمند باشه شما در سر هیچ چیزی اندیشه و فکر نمی کنیم هیچ تفکر انجام نمی دیم. یک سری موارد هست که شما وقتی به سمت شما میای اون موارد با او ذهنیتی که از قبل داریم با همو شما به پیش ریم و قضاوت میکنیم مثلا اگر یک کارمند شما میایه که برای شما یک چیزی بگه شما یک تعریفی که از شخصیت از از قبل در ذهن خود داریم بدون ای که بشنویم او چی داره میگه وقت شما در ذهن خود تصمیم میگیریم که جواب از او بدیم به عنوان مثال اگر یک کارمند میای پیش من که برای یک شکایت بکنه از یک وضعیت از از امی سازمان یا برای رشد از شاید راهکار داشته باشه چون او همیشه آماده شکایت کرده قبل از اینکه بیای چیزی بگه من تایزن خود تصمیم گرفتم که جواب از این بودم که آقا جان تو همیشه شکایت میکنی همیشه تو مشکلات رو میای به روخمه میکشی و هیچ چیزی از خوبی ها نمیگی خب شاید اندفاع تعریف بکنه شاید این بار آماده که یک رای حل بهتری بده شاید قبلا او در جعبه بوده و حالا از جعبه بیرون شده کل این موارد ممکن اتفاق بفته اما ما با عنوان یک فرد که در جعبه هستیم همیشه میاییم قضاوت های نادلانه میکنیم و همیشه با او ذهنیت که از قبل داریم انسان ها قضاوت میکنیم یکی از ویژگی های رهبر خوب ای هست که در باره انسان ها خالی و ذهن فکر بکنه یعنی که ذهن خود از هر پیش از هر گمان از هر چیزی که درباره افراد قبلا یا شنیده یا خود از او در ذهن خود داشته خالی بکنه و به افراد گوش بده ویژگی دیگه که باعث میشه ما از جعبه بیرون باشیم این هست که یک شنونده خوبی باشیم رهبر خوب شنونده خوبی هست هر کسی که اگر میخوای بری ما چیزی بگه یا نظری میده نقد میکنه یا تا از ما نظری میگیره ما باید یک شنونده خوبی باشیم شنونده فعال باشیم و برای از او گوش بدیم خیلی از موارد در کتاب رهبری و خودفریبی هم به او اشاره شده که کارمند میای پیش فرد مافوق خوب میای که برای از او چیزی بگه بعد با یک طرز فکر که از قبل در ذهن از او بوده جواب از او خیلی به تندی میده و او ذهنیت و روحیات او کارمند از خود مرنجان و او را آزورده میسازه پس یکی از ویژگی های رهبر خوبی هست که شنونده خوبی باشه امیدوار هستم که این قسمت برنامه هم مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشه تا برنامه بعدی تا موضوعی بعدی که از کتاب رهبری و خودفریبی در خدمت شما خوبان از دریچه برنامه اندیشه قرار میگیریم همگی شما به خدا پاک میسپارم خدا حافظ و مددگار شما